به نام خداوند بخشاینده و مهربان، به نام خدایی که عزیز است و بزرگوار، بخشنده است و غفور، خدایی که همواره برای بنده هایش فرصت های مختلف را مهیا می سازد تا بنده ها در راه رستگاری بکوشه و برای رسیدن به سعادت گام برداره. از این خداوند بزرگ ممنونیم که بار دیگر ما را فرصت داد تا مهمان خداوند خوب و مهربان و لایعذال ما باشیم. بیننده های عزیز و ارجمند، سلام و درود تقدیم شما هم میکنیم. آرزو میکنم صحت و سلامت باشین، ایام روزه بخیر بگذره، طاعات و عباداتان قبول باشه و دوستان عزیز شکرگزار نعمت خداوند باشیم. نعمتی که صحتمندی هست، سلامتی هست و مهمتر از او نعمت بهرمند شدن از ضیافت الهی. و این واقعا نعمت هست که ما بتانیم از ضیافت خداوند بهره ببریم، تزکیه نفس داشته باشیم، شخصیت ما را، اخلاق ما را بسازیم و در پایان ماه رمضان برای 11 ماه دیگه آدم متفاوته باشیم که یک درجه به خداوند نزدیکتر شده باشیم. خوشحالیم که بار دیگر در برنامه ضیافت نور در خدمت شما هستیم و مهمان کانون گرم خانواده های شما عزیزان. خوشبختانه در این برنامه باز هم جناب آقای صداقت را به خود ما همراه داریم که در خصوص یک موضوع بسیار بسیار مهم که عبارت از مدیریت خانواده از نگاه قرآن باشه با ایشان صحبت و گفتگو می داشته باشیم. شما می دانید که مقوله قانون، نظم و مدیریت مهمترین مقوله های زندگی است در همه امور، به خصوص در امور خانواده. ببینیم آیات و روایات چه مسائل را برای بهتر مدیریت کردن امور خانواده، برای پیشبرد زندگی خانوادگی به ما مطرح میکنه. از آجاقا خواهیم شنید. ما در نخست عرض سلام و وقت بخیر داریم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود عرض میکنیم خدمت شما و خدمت همه دستندرکاران رادیو و تلویزیون راه فردا و از طریق همه شما و از طریق رسانه شما سلام و درود عرض میکنیم خدمت همه بینندگان عزیز تلویزیون راه فردا. سلامت باشین. بسیار تشکر. در قدم نخست آقا، اگر در خصوص مدیریت خانواده بفرمایین که مدیریت درون خانواده باید چگونه باشه؟ بله، از لحاظ دیدگاه اسلام، دیدگاه قرآن، مهمترین قانون و مهمترین مرکز برای جامعه، برای افراد، خانواده است. خانواده است که تاداب جامعه را تشکیل می دهد. اگر خانواده سالم باشد، اگر خانواده مدیریت درست شود، اگر خانواده طبق دستور خالق ما تربیت شود، طبیعتاً خانواده سالم بار می آید. وقتی خانواده سالم شد، جامعه هم سالم می شود. بناً علی هذا، از لحاظ قرآن و از دیدگاه آیات قرآن، در خانه و خانواده چیزهایی که اهمیت داره، دو سه نکته را ما خدمت شما عرض می کنیم. اولین چیزی که از دیدگاه قرآن و از دیدگاه آیات و روایات در خانواده اهمیت داره، نظم خانواده هست. درست. نظم خانواده از کجا آغاز می شود؟ شما ببینین در کلمات دراربار مولای من علی علیه السلام وصیت می کنه برای فرزندانش: علیکما به نظم امورکما. توصیه میکنه که در زندگی شخصی، در زندگی خانوادگی، در زندگی اجتماعی باید نظم داشته باشن. اگر انسان نظم داشته باشه در خانواده، بر اساس تقسیم اوقات پر حرکت کنه، مادر خانه، پدر خانه، فرزندان خانه، ما فکر کنیم که خانواده‌ای که منظم هست و نظم داره، خانواده است که طبق دستور قرآن تربیت میشه، نظم زمانی داشته باشه. در یک حدیث زیبا و دراربار از زبان مولایمان امام رضا علیه السلام داریم که برای شخص سائل فرمود که زندگی خود را چهار قسمت کن. بله.
یک قسمت زندگی را برای خدا و عبادت و خلوت به خدا بگذار. یک قسمت زندگی را برای دید و بازدید از فامیل و اقارب بگذار. ببین چقدر نکات روانی و به اصطلاح روانی را امام مراعات میکنه. برای اقارب و دیدار و روابط بگذار. و یک قسمت از زندگی را، از زمان را برای خانه و خانواده و بچه هات بگذار. و یک قسمت دیگر را برای تفریحات بگذار. چهار قسمت میکنه. ببین نظم قشنگه. آدم میتونه هم به عبادت خود برسه، هم به اقوام و رحم خود سر بزنه، هم به اصطلاح مدیریت کنه خانه و خانواده را، و هم به تفریحات برسه. از طبیعت خداوند استفاده. بله، از طبیعت خداوند. مثلا پارک بره، یا مثلا در کوی بره، یا مثلا اصلا در درون خانه میتونه یک وسایل تفریحی درست کنه، یک برنامه های درست کنه که شاد شه و خودش، خانواده، بچه ها شاد بشه. بله. پس نظم خیلی مهم است در خانه و در خانواده. از حیث زمانی نظم داشته باشه. از حیث اقتصاد باید مدیریت کنه خانواده که منظم باشه. بله. ما باز هم در روایت داریم، چون برنامه شما خانواده از دید قرآن و روایات است. بله. باز ما در روایت داریم که در خانواده باید مصرف قسمی باشه که روی درآمد باید دیده شوه. ببین نظم، اگر یک خانه مثلا درآمدشان 100 افغانی باشه، حداقل باید از 80 افغانی بیشتر مصرف نداشته باشه. چون مصرف روی درآمد باید حساب کنه. اینا ما در روایات داریم که اگر در خانواده مصرفش بالاتر از درآمد باشه، این خانواده دیگه رو به تباهی میره و رو به به حال آن کس باید گریست که دخلش 19 خرچش 20. حسن خیلی جالب واقعا نمیده. این یک مثلا نظم. مسئله دومی که در خانه خیلی مهم و اهمیت داره، آرامش در خانواده است. ببین قرآن روی این مسئله چی تکیه زیبا داره. حالا من نمیدونم چقدر وقت میتونیم ما به نکات این آیه برسیم یا نه. قرآن کریم میفرماید که و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم مودة و رحمة ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. ما میخوایم تفسیر این آیه نه فقط نکاتی که برای مدیریت مربوط هست، درس خانوادگی و درس برای ما از قرآن که مدیریت خانوادگی از نگاه قرآن اینجا ما اشاره میکنیم. خیلی یک و من آیاته، یعنی خانواده باید قسم مدیریت شود که خانه باید چی باشه؟ آینه تمام نمای خداوند باشه. و من آیاتی خدا میگه از جمله آیات خدا این است، نشانه های خدایی که ما از نفس شما زوجه های شما را خلقت کردیم. خب ببین اینجا وقتی که تاداب زندگی با زن شوهر آغاز میشه، وقتی با زن شوهر آغاز میشه، بعد این خانواده گسترش پیدا میکنه و توسعه پیدا میکنه، اصل ریشه رو خداوند از اینجا آغاز میکنه که من از جمله نشانه های من خداییه که ما از نفس شما ازواج خلقت کردیم. حالا اینی که مثلا این میره از آیات خدا و نشانه های خدای خانواده باید قسمی باشه که آینه تمام نمای خدا باشه. و نکته ای که اینجا هست ایه که مثلا زن و شوهر وقتی که مثلا از دو طایفه بیگانه با هم ازدواج میکنه، اینا رو مشمو بر الان در زندگی ها مشاهده میکنه. شاید اینا در عمر هم دیگر رو ندیده باشند، ولی وقتی که پیوند ازدواج برقرار میشه، اینا چنان محبت بین اجام که از پدر مادر کرده با هم مهربانتر میشه. واقعا مهربانتر میشه. خب ای چیه؟ ای آیات خداونده. امین میگه من انفسکم، یعنی دستور خداییه که بین زن و شوهر باید بیگانگی و غیریت نباشه. من انفسکم نکته اول آیه که از نفس شما، مثلا دست ما را چقدر دوست داریم، چشم ما را چقدر دوست داریم، پای ما را چقدر، اعضا و جوارح،
زن و شوهر میگه نفس هم دیگرن، من انفسکم. ببینید پیام داره این آیه. پیام اولش ایه که خانواده باید آینه خدا باشه. پیام دومش ایه که بین زن و شوهر باید مسئله غیریت نباشه که زن بگه او شوهر است به ما چی، یا شوهر او زن است به ما چی. باید نفسیت حاکم باشه. درست. یعنی زن نفس شوهر و شوهر نفس زن. اگر این مهمی در مدیریت خانواده میتونه این نوع نگاه باشه. این نوع نگاه باشه بله. زمانی که مثلا شوهر، ما همین نکته را عرض میکنیم، زمانی که مثلا قرآن مدیریت را به دوش شوهر گذاشته و مثلا مسئولیت ها را به دوش مادر گذاشته، خود یک فلسفه عجیب داره. بله. وقتی شوهر به زن را نفس خودش ببینه، بچه را نفس خودش ببینه، دخترش را نفس خودش ببینه، همون مقداره که چشمش دوست داره پس زن و بچهش را هم دوست داره. پس این شوهر هیچ وقت در این خانواده با دید غیریت نگاه نمی کنه. احساس غیریت نمی کنه. همه کار درست می کنه و شوهر، زن نسبت به شوهر حاکزه. وقتی خانم به شوهر را مثل اعضای بدن خود حساب کنه، هیچ وقتی راضی نیست که شوهر دچار اضطراب و تشنج و نارامی شود. بله، به یک نکته اساسی و مهم در مدیریت اشاره کردین آجا. وقتی نگاه این گونه باشه، خیانت وجود نداره. بله. تخلف وجود نداره. بیمسئولیتی وجود نداره. اعتماد می... دقیق بیعتمادی وجود نداره. همه دیگه همه چیز درست میشه. این یک نکته. درست. و مسئله دوم را که اینجا اشاره میکنه، لتسکنوا الیها. مسئله آرامش است. ببین شما قرآن عجیبه، بین کنار سفره قرآن در ماه ضیافت الهی با این قرآن من آشنا بشیم. خیلی عجیبه قرآن، واقعا هم قانون اساسی ماست، منشور خداوند است که همه چیز ما را تأمین میکنه. در یک جا تعبیر داره قرآن، زن و مرد میگه لباس هم دیگه است. بله بله. زن میگه لباس شوهره، شوهره میگه لباس زن. ببین این تعبیر مرموز قرآن چقدر قشنگه. لباس چه خاصیت داره؟ لباس خاصیت دارش عیبه ها رو میپوشانه. انسان صدها عیب داره، لباس میپوشه عیبه ها پوشانده میشه. لباس مظهر زیبایی انسانه، لباس انسان زیبا جلوه میده، شخصیت میده. بله. بله. و سوم خاصیت لباس یکی که از گرما و سرما انسان چی میکنه؟ محافظت میکنه. پس ببین آیه قرآن عجیبه، میگه زن و شوهر باید لباس هم دیگر باشه. یعنی زن باید ساتر عیب شوهر باشه، شوهر باید عیب زن بپوشونه. یک. و دوم این که آدم چقدر مثلا زیبایی داره، چقدر شخصی، این باید زن مظهر زیبایی شوهر باشه، شوهر باید مظهر زیبایی زن باشه. خب ما شما در عرفم رواجه میگه اگر مردی کسی را میخوای بیازمی، برو از خانمش سوال کن. بله 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 بله. مهمان نواز هست یا نه؟ مثلا اگر خانم خانه خوب بود، آبروی شوهر. خانم خانه خدای نکرده مثلا بخیل باشه و فلان باشه، دیگه اونو شوهرم میگه کرنان است. یا پشت سر همسر هی شکایت و گلایه و اینا. متاسفانه اگر رواج باب که وجود داره. اینا از قرآن آدم جدا شده میشه. چند نفر که با هم نشست بعد میگه همسریم این مشکل داره، این مشکل داره، یا یه اخلاقش تو رستون برخورد میکنه، یا مثلا آقایان این گونه. نظرت خیلی. امین امین نکته امین رمز کارش در کجاست؟ چرا این دوریست؟ بخاطر که ما از قرآن دوریم. بله. برنامه قشنگش از شما، مدیریت از دیدگاه قرآن خیلی برنامه زیباه. اگر خانواده با قرآن آشنا بشه، بله. خانواده با قرآن دیگه این مصیبت ها نیست. دقیق. بله. خب لباس بعد انسان محافظت میکنه، بس نکته سوم. خب مثلا زن است که باید حافظ شوهر باشه، شوهر است که باید حافظ زن باشه، هم بله. حافظ اسرارشان، هم حافظ مالشان، هم حافظ آبرو و عزتشان، حافظ همه چیز هم دیگر باشه. در این زمینه ما روایات زیاد داریم که حالا وارد نمیشه. منظور ما اینجایی که قرآن میگه لتسکنو. اگر آدم ببین اونجا تعبیر به لباس میکنه، اینجا تعبیر به آرامش میکنه. مثلا ما از لحاظ روانی یک نفری که مثلا لباس نداشته باشه، آیا میتونه در بیرون بیرون؟ نه. چرا؟ چون احساس آرامش
خیال میکنه همه طرف ما نگاه میکنه، ولی آدم لباس داشت آرامه، آرام هر جا میتونه بره، با هر که میتونه صحبت کنه، هر جا میتونه بشینه. زن را یا مرد را میگه خداوند از نفس شما ازواج خلقت کرد لتسکنوا، به خاطر که مایه آرامش شما باشه. مدیریت از لحاظ قرآن، مدیریت از لحاظ دین اینه که قسم مدیریت کنه که آرامش در خانه حاکم باشه. بله. فضای آرامش در خانه ایجاد شود. دقیق. فضای تشنج نباشه، فضای اضطراب نباشه، فضای خشونت نباشه، به اعتمادها نباشه. لیتس کنو، علت برای ازدواج، علت برای تشکیل خانواده و سبب تشکیل خانواده قرآن چی میدونه؟ فقط آرامش رو میدونه. بله. اگر احیانا آدم نیازی به آرامش رو دیگر نیازی به خانه و خانواده هم نداره. دقیق. چون انسان نیازی به آرامش داره، نیازی به خانواده داره. پس علت اصلی تشکیل خانواده آرامشه. پس مدیریت دقیق ایه که انسان بیه، حالا یا پدر مدیریت میکنه، یا در نبود پدر مادر مدیریت میکنه، مدیریت کنه، مسئولیت داره که باید فضای آرامش را در خانه حاکم کنه. آرامش خیلی وقتا، ببین اینجا یک برداشت اشتباهی که مردم ما داره و بعضی ها داره ایه که آرامش را خیال میکنه که در زیر پای سرمایه هاست، زیر پای مسکن های عالی، زیر پای موترها و وسایل. دروغ اینا، اونا وسایل آسایش هست ولی وسایل آرامش نیست. خیلی سرمایه دار هاست که در خانه آرامش نداره. بله آسایش داره، مثلا وسایل رفت و آمد داره، مسکن خوب داره، مثلا پول داره، ولی آرامش نداره. آرامش چیزیست که از طرف خداوند باید داده شود. خانه و خانواده ای که به اصطلاح پیوند با خداوند داره، پیوند با قرآن داره، خدا هم لطف میکنه برای این خانه آرامش. بسیار تشکر. سلامت باشین آقا، خیلی عالی و ارزنده و آموزنده صحبت فرمودین. از بیانات شیرین و عالی شما خیلی استفاده کردیم، سپاسگزاریم. با توجه به اینکه فرصت برنامه ظاهرا خیلی کم باقی مانده، میخوایم در مورد تصمیمات و مدیریت تصمیمات در امور خانواده هم صحبت بکنیم که چگونه خانواده تصمیماتشان مدیریت کنن تا با مشکل و چالش مواجه نشن. بعضا ما میبینیم که یک سری جارجنجال ها و کشمکش ها از عدم مدیریت در تصمیم هاست در خانواده. ببین شما در این زمینه، ما بریم سراغ زندگی زیبا و نورانی مولای من علی و فاطمه زهرا سلام الله علیهما، چه زندگی قشنگ داره. زمانی که اینا زندگی را آغاز میکنه، زمانی که با هم ازدواج میکنه، میخوان درباره نحوه مدیریت خانه و خانواده تصمیم بگیرن. میخوان با هم کی باید کار بیرون کنه، کی باید کار داخل کنه، کی باید مدیر باشه، کی رئیس باشه، کی باید مرؤوس باشه، اینا من با هم مشوره میکنن. ببین درس برای ما یه خانم، این خیلی درس بزرگه. از شما و همه بینندگان معذرت میخوام، اگه بیم کنار سفره مولایمون علی این درس بیاموزیم. مرد بیایه مستقل تصمیم بگیره، به زن اعتماد نکنه و به زن مثلا ارزش قائل نشه، خب این تصمیم دوام نداره. بالاخره از یک راه تلاش میکنه، زن هر قدر عاجزم باشه، ببین بالاخره اگر ناراض باشه بالاخره کارش تصمیمش خراب میکنه. یا زن به مستقل تصمیم بگیره، خب ارزش نداره. اینا می با هم مشوره میکنن چیکار کنیم. در مورد مولا علی میفرمه که بریم از پیغمبر مشورت بگیریم. پیامبر طلب میکنه در خانه. ببین خانواده ای که اسلامی این گونه یه، چه اشکال داره زن شوهری که تازه ازدواج میکنه مثلا پدر دختر بیه، پدر بچه بیه، مادر دختر، مادر، به جایی که زندگی اینا رو به هم بزنه، بیه بین از یا مشوره بده اینا رو. بله، رهنمایی هایی که لازم کنه. است. بله. پیامبر میه برای علی و زهرا رهنمایی میکنه، کارهای بیرون واگذار میکنه به علی
کارهای داخل رو واگذار میکنه به فاطمه زهرا سلام الله علیها، بعد مدیریت هم دست علی میده. فاطمه زهرا میگه سجده شکر به جامعه، خدا رو سپاسگزارم که پدرم کار بیرون به من واگذار نکرد. یک نکته در اینجا خیلی جای بحث داره آقا، اینکه با توجه به شرایط زمان کارهای بیرون کارهای سختی بله. بوده، دهقانی بوده، زراعت بوده اینا، ولی شرایط فعلا فرق کرده. میخوایم یک مورد را در مدیریت خانواده اینجا در اشاره و توضیح داشته باشیم که حالا چقدر ممکن است که با توجه به اینکه سیره و رفتار حضرت علی علیه السلام الگو قرار بدیم، اما در این مورد چگونه میشه شرایط امروز رو مدیریت کرد؟ اگر امروز آقایان بگه که خب کار بیرون داخل خانه اصلا مربوط من نیست و من نمیخوام با شما کمک کنم بیرون کار کنم و شما هم حق ندارین که بیرون مثلا قدم بگذارین چون کار خانه مربوط شماست، بعضا این گونه تفسیر میشه. خب پیامبر اسلام میفرمه اگر خانمی یک جرعه آب را با رضایت قلب و با محبت به دست شوهر خود بدهد، ای یک لیوان آب یا یک جرعه آب دادن ثوابش چیه؟ برابر با یک سال عبادت نماز روزه است که روزهایش همه 12 ماه روزه گرفته باشه، شبها همه عبادت کرده باشه یک طرف، یک جرعه آب به دست شوهر با محبت دادن یک طرف. ببین اینا اسلام باز اینطوری بخشش ها داره، ای یک طرف قضیه. و اگر زن بخواهد با مرد و شوهرشان همکاری کند نسبت به کارهای بیرون، خداوند شهر در بهشت براش درست میکنه و خداوند به اصطلاح نعمتهای بهشتی رو برای این زن ارزم. چرا؟ به خاطر که زن آمده در بیرون همراه شوهر همکاری کرده. مثلا چی؟ شوهر کشاورز است، نمیتونه به کارهای خود تنهایی برسه، خانم چه اشکال داره علاوه برای که کار خانه رو میکنه برای هم کمک شوهر، منده با رضایت نه با جبر و اکراه، این یک طرف قضیه. پس زن هم میتونه داخلی کار کنه هم میتونه بیرون. مسئله دوم برعکس، باز از زبان پیامبر به مولای من علی فرمود یا علی هر مرد که در خانه با همسرش کمک کند، متوجه هستین دیگه، گرچه کارهای داخل مربوط خانومه، ولی مگه هر مردی که با همسرش در خانه کمک کنه، یک ساعت کمک کردن با همسر در کارهای خانه، مثلا دیگه کاسه، خانو جارو کردن، تربیت اولاد، آرام کردن اولاد، این برابر یک سال عبادتی که روزهاش روزه باشه و شبهاش به نماز باشه. پس پدران خانواده بدانن که کار کردن در کنار همسر، کار کردن در کنار خانم، نه تنها برای مردا عیب نیست، ذلت نیست، بلکه عزت است که خدا برای اینا میدهد و این را ارزانی میکنه. سیره یک روز پیامبر نازین اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آمد خانه دخترش فاطمه زهرا سلام الله علیها، دید اینا واقعا قانون محبت بودن، یعنی واقعا قانون محبت. بله چون وقت ما خیلی خوب خب همین نکته اجازه بدن که وقتی آمد دید که زهرا در کنار علی نشسته و با همدیگر عدس پاک میکنه، همین عدس که ما شما بله داریم بله. عدس پاک میکنه، میگه پیامبر نگاه کرد طرف علی، تبسم کرد، صدا زد یا علی هر مردی که با خانومش اینگونه کمک کند خداوند بهشت براش ضمانت میده. اینو مگر کار ساده یه؟ ببین اسلام چی را میخواه؟ یکی تسکین و آرامش را میخواه، یکی دیگه وجعل بینکم مودت و رحمه. فلسفه ازدواج مودت، مودت بالاتر از محبت، بالاتر از عشق، عشق و محبت به پای مودت یک رنگی، همون که اول گفتیم من انفسکم، جان همدیگر از زن و شوهر. اینی وقتی که در خانه حاکم شوه میشه زندگی خانوادگی، زندگی قرآنی، با مدیریت صحیح ایمانی، سالم بله. با مدیریت صحیح پدر یا مادر خانواده. بسیار تشکر از شما، از حضور شما و از بیانات صدانه شما ممنونم. بیننده های عزیز ارجمند، بخش اول برنامه تقدیم شما شد. واقعا صحبت های کارشناسانه و آموزنده است. بین چنگ بزنیم به دامن قرآن و زندگی خود، به خصوص زندگی خانوادگی و فردی خودمان را مزین بسازیم با آموزه های قرآنی، بدون شک رستگار میشیم. از همراهی شما ممنونیم و دعوت میکنم از شما به تماشای بخش دوم برنامه، بخش هم نوا.
الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود خدمت شما هموطنان عزیز. امید که جور و سعادتمند باشین و ماه مبارک رمضان تا این دم به خوبی و خوشی سپری کرده باشین. طاعات و عباداتتان مورد قبول درگاه حق باشه و خوش آمدین به یک دیگر از برنامه های هم نوایی. قسمی که شما عزیزان بیننده برنامه ما هستین، ما هر بار میزبان درد دلهای خانواده ها نیازمند میشیم تا دردها و مشکلات اینا رو به گوش شما خیرین و نیکوکاران برسانیم. امروز هم در خدمت یک خانواده عزیز دیگه آمدیم تا مشکلات شنا بشنیم و گفتنی های اینا رو به گوش شما عزیزان برسانیم. تا پایان برنامه ما رو همراهی کنین، مشکلات بیشتر اینا رو از زبان خودشان میشنیم. سلام مادر جان، خوب هستی؟ خوب هستی جان، چجور؟ سلامت زنده باشین. مادر جان در مورد مشکلات زندگیتان بگین بر ما. من زندگی خوبی ندارم چرا؟ من 4 اولاد دارم، خودم هستم، خانه من کرایه دیگه شهر ما مازن رفت ایران که کار کنه، بازن جی فوت کرده، بازن زن چی دیگه زندگی آباد نداره دیگه. یک بچه من هم مریضی داشت، دکتر برده نتونستم فوت کرده، نقصیت داشت هست من چی کن دل خورده دیگه. یک کم گیغی پاشم میری سنگ میریشید از وای چی نمشه، او یک کلو باز یک کلو باز کست افتاد داشت و رفیه است دست هیچ خیلده نمیدنی، هیچ چیز کده نمیدن. شما گفتین که شوهرتان ایران را برکار کردن. باز از اون چه گم شد، چند سال گم بود، مدت 6-7 سال گم بود، بازم کدام از قومیشی قومی شوهر من خبر داده برادرش گفت فوت کردم. یعنی شوهرتان در ایران رفته بود برکار کردن ولی فوت کردن. از وقتم روزگار نداشت، وقتم نمیدن. چند سال میشه که شوهرتان فوت کرده؟ نو سال. در این 9 سال شما زندگیتان وقت شوهرتان رفت نبود، چگونه سپری کردین؟ با مشکلات بر نخوردین؟ مشکلات چی رو بر نخورده باشی؟ مردم هایی که خانه تر، زندگی تر، شوهر داره، در مشکلات ما چطور در مشکلات نباشی؟ سختی زیاد تحمل کرده، خود مریض هستم، بچه یک مریض شد، دوانه شد، فوت کرد دیگه بود. قصیه تایش هستم در خانه های مردم بکره، یک چندی هایش مگه کرا داده نمتره، از اینچه برای یک مگه دیگر خبر کن به امجده، یک دیگه چکنه خود دور من مگه که خانه جار که دیگه برای که دادرن بخوره، نه که تو را ورده تو یک قران از تو موجود نمیشه. گفتین بچه تان فوت کرد از گشنگی زیاد. درباره بچه تان بگین، چگونه فوت کردن، دلیل فوتشان چی بود؟ دلیل فوت چی؟ مریض بود، چیش تک، مریض تک، تخت بغل تک، دوار نتنستم، دکتر نتنستم، فوت کرد دیگه. چند سال میشه که فوت کرد بچه تان؟ طبولی، یک سال شده دیگه، یک سال. خانه ما سرد بود دیگه، سخت نداشت دیگه، دیتین در روزی هم بود دیگه، روز بود خود میده، دا کار مرفتم، میمیدم کسی نبود که برای قچم کاری کنن، رفت دیگه زمیش. یعنی شما درست نتانسین به اونا رسیدگی کنین؟ نه، چور سر اهل دگردن بود، ما خانه سریکو چرکم دستگی میترست، خود مرفتم صبح این دشور سریکو شام میامد. ام که پولی نداشتم در دکتر مبردم، اون میگه درست که کار میکدم دادن نان یخ میشه در گفته خانه میامد از روی خوصد رو بیاد شکرهای مطر میشه. بچه تان چند ساله بود که فاکر؟ 13. 13 ساله بودم. ام که پیسه نداشتم، یک رفت ممسای رو گفتم یک ساد رو پک مربی دیگم، یک بطل شربت دی بغل دم تو بشک بیرم بغل شتر میکنه نداده تو از کشو میکنی که مربی دی بیگو تو بیگو مری می. کس تا خانه خیلی نمیله کشمو که روز کشو میکنی. فعلا خودتان خرج از نی زندگی تان چگونه تامین میکنی؟ فعلا در خانه است هیچ خرج نداره، هیچ زندگی تامین نمیشه، اولادم 24 ساعت بخونه ایدن چی چی میکنم؟ مرم یک کلو پاشم میرم، مرم 3 روز میرشم، مرم 70 روپی میدی، مرم کلو گاز نمیشه دمو دیگه. کار که نیست، کلی مردم خبر داره، کسایی که در خانه یک مرد داره کار نداره، ما چی از کجا کار کنم؟ یعنی تنها درآمدتان فقط از پشم رشیدن است؟ سه روز چهار روز یک کلو پشمه میرشم. او رو مو برم 60-70 روپیه میشه و یک کلو گاز در خانه نمیشه.
دیگه کس هم نداریم که کار کنه براتان کمک خود بیاره. شما خودتان از طرف کدام قوما و دوستا هیچ کس نه کمک گرفته تا؟ نه کس کمک نه. ما که کمک گرداشتی بچه بمیتر نمشد. ما که کس داشتی قوم داشتی بچه بمیتر نمشد. بخواد با مریض است بیار. شما گفتین خودتان مریض هستین، مشکل خودتان چیست؟ چی مریضی دارین؟ مشکل من خودم یک دفعه عملیات شدم، از عملیات پس سنگ داشتم، از عملیات پس پس چی کده؟ حال دکترم گفت ما صبح زیسته دیم، کم خونی هم پکیسته هون داره اینو تیک از جای خیلی بخزم سم دارم خواه پشتیم به گاتش بود میشه، جای خسته نبود. امی وقت که بود صبح که وقت از خاکی میخستم، اشتگویم در خانه، در خانه یک شبم که میمدم، خانیم هم زیر شتر بودم، سخت که نداشتی. دیگه صبح که وقت مرفتم در او باریشتن دیگه مرفتم دیگه اونجایم خانه و کس گرم شده نمیشتم گرم شدم فرش مشتم دیگه دیگه شروع میکدم کالای شروع مشتم دیگه اونده اونده رفتم دیگه گردایم از کار من بازیم یک دونه شروع گرفت که عملیات کدک دیگه کار نیستم برم پشم میرم در کلوی 60 روپیا میرم در 4 روز 5 روز 1 کلو رو میرش مرک مو برم 1 کلو بازم نمیشه وزی در خانه که یه چیز نیسته دیگه اینه 4 ماه 5 ماه در کرای خانه من مای 15 صد روپیه پای کرای خانه من دیگه هم در سر مونده این دین روز این سای بزی اولی هم موتود که چی که تو که کرا دادن هم تنم شد دیگه هم نشو از اینچه برای که مای بنده خطای دیگر برم ما کار که نیسته آلی از من گله نیسته که ما کار ندارم آلی آیالای تلف میشه باز ما گفتم گریه ناله کنم خیر همه مای رمضان هم مورو بور نکن باز باید از خدا میرو بان اینو میده دیگه خور جان مادر جان آخرین خواست و گفتنی تان بر هموطن های ما چیست؟ هموطن های ما میکنه کار میکرد که خدمه یک هم کاری میکردم کرای خواهی نخواهی میدادم همی درد خود دوام میکردم همی دو شتوک مکی هست در قولی مالی که من در همی یک درس یابد میخوند امکاری قدمو میکرد دیگه 60 روپیه از دیروز که یک کلو سنگ بردم دادم 60 روپیه تا بال در جمع هستم هر چیز نکنم دل مستی بگو برم اک چاردان نان بیرم هیچ چیز نداره دیگه خیلی مای رمضان افطاری سحری چی میخورین؟ نان چای نان چای باز شما میگین در دو سه روز یک امو پشم که میرشین نی؟ باز از او 40 روپا 50 روپا میگیره اون 60 روپا میگیره اون مورا نان یخ دانه 5 روپا اون مورا 5 روپا اون مورا بستن نان میگیرم اون مورا تا که سنگ دیگه مخلاص شد که ببرم رو بیدم بازم نان یخ بیرم ولی داداری که هر کس که باری کس که ندیه چکار کنه دیگه مجبور استی کش اما اولاد هایم از پیش متلف نشه یک روزی که تیر شد کار که بود تبالی رو اما کار بود آخر خود من رقم میکردم در هر مشکلاتی مرفتم میمودم یار تیر کردم ولی که کار نیست ما چی کار کنم من میره زمی سخت آسما بلن مکجاشم و قبلا که کار میکردین چی کار میکردین؟ قبلا کار میکردم فرش مشستم کالوشهی میکردم دیگ میکردم در مخانه آره اما بگو یک صد روپیه یک نیم صد روپیه مر میدادد بزرگ نرمان یک شکس چوش چکمو من در گرفته میوردم در زوشت کرد شما در باری وضعیت زندگیتان بر ما بگیم ما وضعیت زندگی نداریم بخی ترمینیم خیلی در سختی مردک من 86 ساله است سه دنشتک داریم کچش 8 ساله رزیش 5 رزی دیگه شم 3 خیلی ترمینیم در سختی سخت خوره کارتان تر بوتال پلاستیک تا چیزا جمع میکنیم دست ما دیگه و جوش میدیم قید خسنان خوش روزی خوره چی میکنیم در سختی تیر میکنیم خدا آنسته که جان نمیگیده کنیم تن دادیست خدا و نگیده خیلی در سختی تیر میکنیم بچه مکتب برو یک چپلک نداری که پایم با بشه هر وقت تو میگه مگه نه نه کلی که در مکتب پایم پایم روپیه میره تو بشت دمه نمیدی ما ترمیم خیلی در سختی زجر میکشم پیش خود که اولاد های از باید اولاد انسان نیست
مادر وقت کیدم مریض میشه 3 روز 4 روز دادای جگا پیش از یوم میشنم که کاش که خوب شوا پیسه دوایش پرا نمیتنم دا بازار که مور یک چیز میخوای از مک ننه یک چیز در ما بگیر پیش خود خیلی خجالت میکشم ما توانه هیچ چیز نداریم که دزیاب بکنم خیلی تیر میکنی خیلی دست سختی تیر میکنی شما خودتان کدام کار انجام میتید؟ نه ما غیر از اونی که قدر پاشون بریم خیلی برو دیر میرشیم نمیتریم دیگه کار خنزیوشت که ایرزه در کجا برم کار کنیم حالا دایم هم ناتو خانه مردم خیلی سخت است تیر نمشه در خانه یتیم بودم پس که ما خودم در خانه سخت تیر کدم عذاب شدم بخاطر نان ساختم بخاطر کالا ساختم اولادایم همه میرقم شدم شوهرتان که میگین مریض از کار نمیتونه خرج از نی زندگی شما رو که تامین میکنن هیچی همونطور خود من پشت خانه که نمورم که ما رو امروز یک آرد بدین یک کاس آرد بدین یک دارم رقم تیر میکنیم خیلی سخت تیر میکنم روزهای روز سالهای سال ماها تیر شم و 100 روپیه دست خونه میگیریم که میره بریم امروز یک چیز بخریم به خانه هیچ چیز خریده نمیتونیم یه چیزی که بگیم بیتنیم نمیتنیم نمیتنیم که نمیتنیم فقط متاج نان خشک و فقط یک مریضی که به بچه می رو بگیره در 4 دن زمونم که پیسه دوای از یار از کجا کنیم پیسه نان خشک که بگای خورد از کجا کنیم از سبای خورد از کجا کنیم فقط در فکر 4 دن زی چیز آمونم نمیتنیم میوه یک اولاد ما یک چیز بخواه نمیتنیم که تشک کنیم خواست و گفتنی تان بر همتان چیز خواست گفتنی ما هر کسی در متنه همی قدر است که کسایی که میتونه همکاری کنه قد ما اگه همکاری کنه اولادای ما تلف میشه ما که یتیم بودم بدبخت بودم همی مثل از ما هاری نشه بیخانه که مثل از ما هاری کلوشه ای کل خانه نشه و دنان خود خود در نمانه مومال دنان خود خود در منده از متنه خارزه داریم که خد قد ما قد اولادای ما هم کاری کنه که مثل ما یتیم بودم خیلی بدبختی ها رو دیدم مثل از باید نشم ما در کچه بودی کردم هم کاری که بگی کردم ما تمام بدبختی رو در یتیمی خود دیدم از ما تانو میخوایم که اولادای ما مثل از باید نشم هر کس توانمند چی توانمندی داره قد ما همکاری کنم به خاطر که من خیلی در سختی خیلی در بیچارگی دیرم ای که دستت میرسد کاری بکن پیش از این کس تو نیاید هیچ کار ولی هموطن عزیز شما قصه دردناک مادر عزیز شنیدین که با چی مشکلات سخته زندگی میکنن و زندگی خودانا پیش میبرن و ما همچین مادرهای دردمند زیاده داریم در افغانستان که با این شرایط سخت زندگی میکنن و نیاز به همیاری و همنوایی شما عزیزان و خیرین گرامی داره شما هموطنان عزیز که میخواییم به این خانواده های نیازمند کمک کنین با شماره های تماس که روی اسکرین تلویزیون تان ذکر شده و تماس شده و همیار و همنوا با ای عزیزان باشین و یک مقدار کمک از طرف هموطنان خیر رو با ای مادر عزیز شده که ما تقدیم اینا میتونیم بفرمایی مادر جان سلامت باشین پروگرام خیر مهر و برنامه همنوایی پل ارتباطی بین شما خیرین گرامی و خانواده های نیازمند است جهان سپاس از شما بیننده های عزیز که تا پایان برنامه ما را همراهی کردین و همچنان کمک به ای خانواده های نیازمند فراموش نکنین تا برنامه دیگر بدرود رهینه ای که مردان آزاده گیر چو استاده دست افتاده گیر بیننده های عزیز و ارجمند از شما ممنونیم بخش دوم تماشا کردین هموطنانی که شما مصاحبه هایشون میشنوین نیازمند کمک و همیاری شماست از کمک های شما خیرین عزیز سپاسگزاریم میرسیم به بخش سوم برنامه تلاوت و اذان از قاری صاحب سید عبدالله بلخی که تلاوت چند از آیات کلام الله مجید را داشته باشه و تعقیب او بانگ
از آن شام به افق کابل خواهد بود. افطار فرا می رسد. افطار خوشی به شما آرزو می کنم. اشتیای خوب. ادامه برنامه را هم با هم باشید. الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين فنعم أجر العاملين. الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى فدخلوها خالدين فدخلوها خالدين فدخلوها الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لرب بك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العليم.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله وسلم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بار دیگر عرض سلام و درود دارم خدمت تمامی شما بیننده های عزیز و ارجمند تلویزیون راه فردا. باز هم یک بار دیگر خوش آمدین در بخش سیهی برنامه ضیافت نور. طاعات و عبادات همگیتان قبول و مقبول درگاه حق باد. باز هم من حسین حسینی هستم و آمدیم کنار یکی از دکتر صاحبای محترم که پیرامون یک موضوع خیلی مهم سیهی که ارتباط مستقیم و ماه مبارک رمضان داره صحبت خواد داشتیم. موضوعی که امروز صحبت میکنیم در ارتباط به تغذیه سالم در ماه مبارک رمضان است که خوشبختانه اینک در کنار دکتر صاحب شعیب شعبان متخصص امراض داخلی عمومی هستیم. دکتر صاحب سلام خدمت شما، ماه رمضان هم بر شما مبارک باشه. شما به نام خدا سلام خدمت شما، سلام خدمت همه بیننده عزیزی که ما را همی لحظه بیننده هستند و فرارسیدن ماه مبارک رمضان همچنان برای شما و برای تمام هموطنان ما مبارک باد عرض میکنم. انشالله آرزو دارم که یک ماه پربرکت، پرفیض و پر از سلامتی و موفقیت باشه. انشالله سلامت باشین. تشکر دکتر صاحب. میشه که در رابطه با موضوع برنامه ما صحبت بکنیم که یک موضوعی فکر میکنم خیلی مهم هست، خیلی از افراد میخواد بدانه که تغذیه سالم در ماه مبارک رمضان به خصوص چگونه است و چی است؟ کدام غذا؟ بله، اولا ماه مبارک رمضان یک ماه پربرکت هست. همین رقمی که از نظر معنوی فواید و تمام مسائل شخصی خود را داره، از نظر طبابت و از نظر صحت نیست فواید بسیار زیاده داره. خب یکی از اون بخشا مسئله تغذیه هست. تغذیه در تمام سالها و در تمام فصلهای یک سال، مخصوصا در امی فصل، یعنی در امی ماه که در طول 12 ماه ما شما با انواع و اقسام نوشیدنی ها، خوراکی ها و غیره مواد مغذی سرکار داریم، در یک ماه ما و شما کاملا روزه هستیم و در طول یک روز که ساعتها را در بر میگیره سیستم هضمی و سیستم گوارش ما و شما در حالت استراحت به سر میبره. بنان باید ما و شما متوجه رژیم غذایی و مخصوصا تغذیه سالم شویم. خیلی وقتا اولی رو میخوایم یادآور بکنم که هموطنان عزیز ما تغذیه سالم و ناسالم را باید تفکیک بکنن، تشخیص باید بدن. ای که ما شما اگر ظرفیت معده ما شما پر شوه و ما شما سیر شویم، ایره ما نمیتونیم که تغذیه سالم بگوییم. تنها خوردن و آشامیدن تغذیه سالم نیست، بلکه گرفتن انواع و اقسام مواد غذایی مهم بر بدن ما شما و انواع و اقسام مواد غذایی که بدن ما شما نیاز داره را ما بتونیم تامین بکنیم، ایره میگه رژیم غذایی مناسب. اما رژیم غذایی مناسب در ماه مبارک رمضان چیست؟ این سوالی است که شاید در ذهن تمام هموطنان ما باشه. ماه مبارک رمضان تفاوتر از دیگر ماه ها هست، چون معمولا ما و شما تقریبا دو وعده غذایی را صرف میکنیم که وعده غذایی افطار هست و وعده غذایی سحری است. در طول روز معمولا ما و شما روزه هستیم و از غذا و از مایات استفاده نمی کنیم. خب رژیم غذایی سالم در ماه مبارک رمضان بستگی به این داره که ما شما از نظر روحی، از نظر جسمی و از نظر سلامتی خوب و صحتمند باشیم. یعنی ما نه چنان تشنگی بیشتر احساس بکنیم، نه چندان خستگی بیشتر احساس بکنیم و نه چندان حتی بعض وقتها هموطنهای ما در اثر عدم رژیم غذایی درست اینا ضعف میکنن، ضعف میکنن، اصطلاحاً به زمین میفتن و قند خونشان پایان میایه از کار کردن فیزیکی و جسمی و مخصوصا کار کردن در دفاتر. کسایی که اساتید هست، استادا درس داده نمیتونن، معسلین و شاگردا ادامه درس خواندن خدا اینا نمیتونن انجام بدن. این تمام مسائلی است که بستگی به رژیم غذایی داره. خب مشخصا اگر برای رژیم غذایی ما شما صحبت بکنیم، در ماه مبارک رمضان باید با 4 کاتگوری اصلی مواد غذایی را شامل مواد غذایی و شامل تغذیه خود بکنیم. او 4 کاتگوری از مواد غذایی چی هست؟ اولین کاتگوریش حبوبات هست، یعنی بدن ما شما به حبوبات
و غلجات نیاز داره. کاتگوری دوم مایعات است. بدن ما شما به مایعات نیازمند هست به خاطر پیشبردش، به خاطر سلامتی و به خاطر انجام وظایف بهتر اعضای داخلی بدن. و همین رقم لبنیات هست، مثل ماست و شیر و پنیر و اینا که بسیار بر ما مفید هست. و در پالوش یک تعداد مواد غذایی مثل منرال ها، ویتامین ها و غیره هست. ببینین که ما همین چهار کتگوری غذایی را که یادآور شدم، هر کدامش هم ما در انواع و اقسام مواد غذایی میتونیم تامین بکنیم. مثلا سبزیجات باید در رژیم غذایی ما شما صرف شود که بتونیم ویتامین های بدن را تامین بکنیم، بتونیم ویتامین ای را تامین بکنیم، بتونیم ویتامین سی را تامین بکنیم و غیره ویتامین ها را تامین بکنیم. میوه‌جات باید صرف شود چون اکثر مینرال ها، اکثر الکترولایت ها و اکثر ویتامین ها را شامل میشه، مثل ویتامین ای، ویتامین سی، ویتامین ک و غیره، که اینا هم هر کدامشان برای پیشبرد روزداری و هم به خاطر صحتمند شدن ما شما بسیار مفید است. بله دکتر صاحب، مشخصا میشه که چند نوع غذا را نام ببرین که هنگام افطاری کدامش از لحاظ صحی خوب است و مفید است که افراد استفاده بکنه و هنگام سحری کدام غذاها را بیشتر استفاده بکنه که این غذاها مفید واقع شود در بدن انسان؟ بله، یک نکته بسیار اساسی است که در هنگام افطار ما باید مواظب رژیم غذایی باشیم. اولی نکته را میخواییم بر همتانا یادآوری بکنم، بر دوستا و عزیزا یادآوری بکنم که زمانی که افطار میشه یا اذان میتن، ما باید دفعتن ظرفیت معده را پر نکنیم. این نکته بسیار مهم است. اول با یک غذای بسیار سبک با چند عدد خرما باید افطار صورت بگیره، چون خرما هم قند خون را تامین میکنه، هم تنظیم کننده گلوکوز بدن هست و هم از افزایش و از پرخوری جلوگیری میکنه. و با یک گلاس چای مثلا گرم یا آب گرم باید افطار شود. بعد حداقل یک ساعت یا 15 دقیقه حداقل باید وقفه باشه تا خوردن و تغذیه درست یا افطار کردن. خب در زمان افطار کوشش شود که غذاهای سبک میل شود. ما چون پیشتر گفتم که ظرفیت معده اگر در یک ما در طول 12 ماه 11 ماه با انواع و اقسام مواد غذایی سرکار داریم، اما در یک ماه معده و سیستم هضمی با استراحت میره. بنان غذاهای سبک میل شود، از خوردن غذاهای بسیار چرب، از خوردن غذاهای بسیار سرخ شده و داغ شده و دود شده باید کاملا پرهیز شود. از نوشیدنی های گازدار باید کاملا پرهیز شود. از نوشیدنی ها و مایعات های کافئین مانند قهوه پرهیز شود، که این کاتگوری از میل کردن فست فود ها مانند برگرها و غیره باید پرهیز شود، که اینا تماما میتونه بالای سیستم گوارش و معده تاثیرات سو داشته باشه. بلکه ما باید در رژیم افطار غذاهای را شامل مواد غذایی و افطاری بکنیم که اینا مفید بر بدن باشه، در طول روز انرژی و گلوکوز و منرال را که ما ضایع میکنیم دوباره بتونه اینا را تامین بکنه. مانند میتونیم در رژیم غذای افطار ما غذاهای مانند حبوبات مثل لوبیا، عدس و مثلا برنج، مکرونی، اینا را باید داشته باشیم، چون اینا هم گلوکوز بدن، هم کربوهیدرات بدن و هم پروتئین بدن را تامین میکنن. در پلوش باید غذاهای حاوی پروتئین داشته باشیم، مانند گوشت، و معمولا گوشت باب ها را ما میتونیم خوبترین نوشه گوشت های سرخ را پیشنهاد ببخشین گوشت های سفید را پیشنهاد بکنیم، مانند گوشت مرغ و گوشت ماهی، که اینا هم بر سیستم هضمی سبک هست و هم مفید هست برای کسایی که سیستم گوارششان مشکل داره. خیلی ممنون دکتر. سلامت باشین، زنده باشین. بنده های عزیز ارجمند، این بود یکی دیگر از برنامه های ضیافت نور که تقدیم شما شد. امیدوار هستم طرف توجه شما قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگر شما را به خداوند بزرگ بسپاریم.